با انجام عملیات آفنگی هوایی روز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین نظام هلیکوپتری خاورمیانه سومین مرحله رزمایش بزرگ پیروان ولایت آغاز شد. تیرهای آتش هوایی روز با شکاریهای کبرای خود در ده ها سطح پرواز تاکتیکی در رعایت فاکتورهای سرعت عمل و دقت به تأسیسات و ستونهای در حال پیشروی دشمن فرضی در شیارها و معابر ورودی مناطق غرب و جنوب کشورمون حملهور شدن و پیشههایی از توانمندیهای عملیاتی و رزمی خودشون رو در اجرای مأموریتهای دشوار ارائه کردند. در این مرحله از رزمایش گام‌های پدافند نیروی هوایی و آتشبارهای موشکی ضد هوایی این نیرو هم با اتخاذ تاکتیک‌های رزمی آنی و متغیر به تناسب نوع عملکرد دشمن فرضی با توانایی کامل تمام منطقه رو پوشش دادن و تأمین هوایی رو نیز با استفاده از هواپیماهای شکاری و رهگیر جهت انجام مأموریت‌های مورد نظر و ممانعت از اجرای مأموریت‌های هوایی نیروهای متخاصم فرضی برقرار کردن. جوانهای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با ایجاد پلهای متحرک عملیات عبور تجهیزات زرهی را از طریق این پلها و به حالت شناور اجرا کردند. طراحی و ساخت این پلها کلن به دست توانمند متخصصان و مهندسان ارتشی صورت گرفته. در این مرحله همچنین یگانهای رزمی و مهندسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران راه‌های صعب العبور منطقه را با سرعت عمل بسیار بالا هموار کردند تا سراسر منطقه رزمایش برای دسترسی یگانهای مختلف به عمق مواضع دشمن فرضی و اجرای عملیات گسترده هموار شود. ایجاد خاکریزها و مأمنهای مناسب و همچنین خنثی‌سازی سریع میادین نیل و تلاهای نیروهای متخاصم فرضی توانمندی ارتش را در این مرحله از رزمایش به نمایش گذاشت. اجرای دقیق این تاکتیک ها موجب پیشروی نیروهای خودی و ارسال به موقع تجهیزات و ادوات نظامی به نقاط مورد نظر شد.